امروز شنبه گروه هیئت تحریر الشام و همپیمانانش ادعا کردند که کنترل ادلب و حلب در شمال غرب سوریه را در دست گرفتند. این گروه ها در حلب در بسیاری از مراکز دولتی که به تصرف درآوردند پرچم خودشون رو برافراشتند و همچنین منع رفت و آمد اعلام کردند. بیشتر مناطق استان ادلب در جنوب غربی حلب هم به کنترل این گروه ها در اومده. پس از تصرف زندان حلب از سوی گروه اسلامگرا شمار زیادی از زندانیان یا آزاد و یا اینکه فرار کردند. این گروه ها به داخل کنسولگری جمهوری اسلامی هم رفتند. حکومت ایران میگه که هیچ کدوم از کارمندان کنسولگری کشته و یا اسیر نشدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که تمام نیروهای سپاه پاسداران و گروه های شبه نظامی نیابتیش هم همراه با ارتش سوریه از حلب عقب نشینی کردند. روزنامه کیهان نزدیک به علی خامنه ای گزارش داده که در درگیری های چند روز گذشته چند نیروی ایرانی هم کشته شدند. سپاه پاسداران تاکنون فقط کشته شدن کیومرث پورهاشمی رو تایید کرده که به گفته سپاه سرتیپ و فرمانده سپاه پاسداران در حلب بوده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده که حملات این گروه‌ها طرح آمریکا و اسرائیل برای بی‌ثبات کردن منطقه است. ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران هم قول داده که این گروه‌ها شکست بخورند. ارتش حکومت سوریه تایید کرده که نیروهاش به طور موقت از حلب خارج شده. اونطور که ارتش سوریه ادعا کرده این اقدام برای آماده سازی یک ضد حمله علیه گروه های مذهبی صورت گرفته. ارتش سوریه میگه که درگیری های خونباری با این گروه ها داشته، اما گزارش های منتشر شده حاکی از این است که نیروهای حکومت سوریه بدون درگیری از بسیاری از محله های حلب عقب نشینی کردند. منابعی در ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که به اونها دستور داده شده تا به طور ایمن از شهر عقب نشینی کنند. پس از عقب نشینی ارتش سوریه نیروهای کرد در بخش از مناطق شمال و شمال شرق حلب مستقر شدند و چند منطقه رو هم کنترل کردند. این نیروها دو شهرک شیعه نشین نوبل و الزهرا رو همچنین فرودگاه بین المللی حلب رو در دست گرفتند. فرودگاه حلب در حال حاضر تعطیل و هیچ پروازی به مقصد و از مبدأ اونجا انجام نمیشه. کردهای سوری میگن که اگه گروه های اسلامگرا به مواضعشون حمله کنن اونها از خودشون دفاع میکنند. هیئت تحریر الشام از گروه های اسلامگرای تندرو و تحت حمایت ترکیه است. این گروه ها بیشتر با حمایت آنکارا، افرین و بخش های زیادی از مناطق تحت کنترل کردها رو تصرف کرده بودند. انتظار میره در چند روز آینده درگیری ها بین اونها شدیدتر بشه. پس از عقب نشینی ارتش سوریه درگیری ها در ادلب و حلب کمتر شده، اما حملات هوایی روسیه و سوریه در این مناطق همچنان ادامه داره. طبق گزارش ها صبح امروز شنبه در یک حمله هوایی منتسب به روسیه ده ها تن در حلب از جمله چند غیر نظامی کشته و زخمی شدند. نهادهای مدنی میگن روسیه مناطق مسکونی و غیر نظامیان رو هم هدف قرار میده. در رابطه با تحولات سوریه وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که هیچ دخالتی در این درگیری ها نداشته. عراق هم اعلام کرده که برای تأمین امنیت مرزهاش با سوریه هزاران نیروی نظامی رو در مرز خودش مستقر کرده.